چته متر چی شده؟ چیزی نیست. وایسا تو چی دیدی؟ چیزی که باید میدیدم و دیدم. بی خیال رفیق، این چه قیافه ایه؟ ناسلامتی تو مردی؟ بفهم دیگه، این یه دوستی بی مفهومه، چیز مهمی نیست. حله؟ به نظر تو حله؟ مگه چیزایی که دیدی و به اینجا بگی پدرتو در میاد. دست درد نکنه کارولین جان، غذاهات مخصوصا سالاد مرغت خیلی خوشمزه شده، بعدا دستورشو به هم بده. نوشه جان، جمیله هم باز کار پیدا کرده، داره باز کار میکنه. تو این از کجا شنیدی نرمان؟ داشتن با آصف خانم حرف میزدن. آره، اینجا تو آپارتمان روبروی کار میکنه. ایوا، همین آپارتمان روبروی؟ آره دیگه بابا. از کجا پیدا کرده این کارو؟ داداش علی، من شنیدم که این تولیدی مال کارخونه حکمت کارجیه. کی؟ حکمت کارجی. جمیله رو هم این حکمت کارجی دعوت به کار کرده. خدا میدونه کیه. خیلی تعجب کردم، خدا میدونه جمیله رو از کجا میشناسه. خب کارولین جان، تو نظرت راجع به این قضیه چیه؟ این که جمیله تو آپارتمان روبرویتون کار میکنه، زن سابق شوهرته دیگه، حسادت نمی کنی؟ نریمان، من چرا باید حسادت کنم؟ علی دیگه شوهر منه، نه جمیله. این عکس رو نگاه کن، این زن تویی؟ نه خیر، برم بیرون. داره دروغ میگه. کارهای عقدو شروع کردم، با چند نفرم ملاقات کردم، تا چند روز دیگه همه چی آماده میشه. خیلی ممنون. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş?
tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Aylin داشت از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. بیرون شب بود، تاریک بود، زرد بود. آیلین به گرمی و روشنی خونه پشت کرده بود، چون که دلش راهشو گم کرده بود. نمیدونست باید چی کار بکنه. آتش یخ اولین لحظه ای که به پوست آدم برخورد میکنن تأثیرشون این همه، یه ترس آنی. واسه یه همون تو لحظه اول نمیشه از هم تشخیصشون داد. بعد یکیشون میسوزونه، اون یکی باعث میشه یخ بزنه. آیلین اینو نمیفهمید. آخرین تأثیر سوختن و یخ زدنم رو بدن انسان یکیه، آدمو نابود میکنه. آیلین اینو نمیفهمید. فکر میکرد هر چقدر دلش کور میشه چشماش بازتر میشن. حسرتینه، گل دستم گل دستم گلمم کی. این سه روز خیلی سخت گذشته داشت، خیلی سخت بود. دیگه تموم شد. امروز داری ازدواج میکنی؟ به آیلین خبر دادین؟ آره دادیم. من میرم آیلین خانومو بیارم، امری نداری؟ نه. به خدا سپردمتون. به سلامت، خدا پشت و پناهتون. خدا مامان بزرگ رو اذیت نکنی یا باشه پسرم. این مامان بزرگش رو اذیت نمی کنه. خیلی خوب، خداحافظتون. خداحافظ. مامان خداحافظ. مامان جون خداحافظ. آبجی پلی
این دختر یه طوریشه. تو کی میای بانک پول وامو بگیری؟ اول با اکبر میریم بونگا، کارای خرید و انجام میدیم، بعد میایم بانک. باشه، من رفتم، خداحافظ. سلامت. جمیله، جمیله، لج بازه، لج باز میشنبه ولی جواب نمیده. در خونه رو باز گذاشتی علی کاپیتان؟ دیگه حواس برام نمونده. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. کجا موندی؟ تمرینمون دیر شده. اومدم دیگه. آیلی چرا اونجا وایسادی؟ خیلی دوستت دارم مته، هیچ وقت یادت نره. دیوونه. آیلی چیزی شده؟ چطور؟ چه میدونم، یهو داد میزنی دوستت دارم و یعنی نمیتونم. میتونی اما قبلا از این کارا نمیکردی. دیگه برگرد پیش دوستت. زود باش برو دیگه. بریم.
فردا صبح یه جلسه داریم. ساعتشو بعدن مشخص میکنم. باید خیلی دقت کنیم. آره آره. از کاری که کردین راضی؟ دست از لجبازی بردار شنگیز. اتفاقی که واسه امین افتاده ایش ربطی به پلین نداره. این رفتارای بی خیالی دیگه کاسه صبرمو لبریز کرده. کارای احساسی تو با مسئولیتای سیاسیت قاطی کردی. دوستاتو تو خطر انداختی. تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. بیشتر از اینم حقمه. پس بیشتر از اینم بکن اگه میتونی. احمد. زود باش. پلیس امینه رو دیپورت کرده. چی گفتی؟ شنیدی؟ الان چی میشه؟ نترس. اما میترسم. اگه تو یه طوریت بشه چی؟ اگه اتفاق بدی برات بیفته؟ بدترین اتفاقی که تا امروز واسم افتاده زندگی بدون توه. بدتر از اون نمیشه. حالا شما امضا کنی. بفرمایید. این مال شما؟ اینم مال ماست کاپیتان علی. مبارک باشه. ممنون. مبارک باشه. من 30,000 تایی خودم رو قبلن به آقا رنان پرداخت کردم کاپیتان. الان بریم بانک 30,000 تای تو رو بگیریم که بدیم به آقا رنان و این کار رو تموم باشه کنیم. پس بریم تمومش کنیم. ممنونم آقا لوتر. خواهش میکنم. مبارک باشه. روز بخیر. مبارک باشه. مهته سلام. سلام. بیا تو. چی شده؟ چیزی میخوای بگی؟ من خب نه چیزی نشده. خواهش میکنم راحت باش. خوش اومدی. ممنون. همه چی آماده است. همه کارا تموم شده. داداشم محشر آیلین همه چی رو سریع آماده کرده. بالای اتاق آماده کرده که بری حاضر شی. لباس عروس، جواهرات، آرایشگرم اومده. اگه تو چیزی بخوای ما فوری حلش میکنیم. اگه نه سلیمان. باشه. اگه کم و کسری بود میگم. دیگه من برم آماده بشم. آیلین خانم میخواد بره اتاقش سلیمان. حتما. بفرمون علی خانم.
سلام. سلام خانم، خوش اومدی. چخ زیاده. باز شما خوششانسین علی آقا، معاملتون راحت انجام شد. این راحته؟ اینجا رو امضا کنین لطفا. علی، من پول اون آقا رو میدم. باشه، برو بده. بفرمایید. اینجا را امضا کنید. بفرمایید. اینم مال شما، اینم مال من. همه چی حل داره؟ همه چی خیلی عالی پیش رفته. خوبه. شما پولتون رو گرفتین؟ گرفتم، همش رو گرفتم. خیلی ممنونم. ما هم ممنونیم. همه چی خیلی خوب پیش رفت مگه نه؟ آره. جالبه، از بانک 30,000 لیره وام گرفتم، پول از صندوق در اومد، نه دیدمش نه بهش دست دادم، پول رفت جایی که باید میرفت. همه چی تموم شد رفت. آدم تو زندگی چیا که نمیبینه علی آقا. درسته. با اجازه شما من دیگه برم. منم برم. من میخوام برم کشتی، کارگرا واسه کار میان. تو نمیخوای بیای؟ من یه خورده کار دارم، اول اونا رو حل کنم بعدن. باشه، زود بیا. باشه، بعدن میبینمت کاپیتان. خداحافظ کارولی. برای همه چی ممنونم. کاری نکردم.
خب بگو یه چای بیارم، الان میچسبه. بچه‌ها ببخشید منتظر موندید. آقای مدیرم خواستن تو تمرین باشن. منتظر ایشون بودم. خواستم ببینم چی کارا میکنی. آقا مدیر، ما هم میتونیم بیایم. بیاین 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 گوش بدین. آقای مدیر چرا اجازه دادین؟ آخه این تمرینه. خب مگه چیه؟ اونا تمرینشونو بکنن. الان مثل دفعه آخر میزنیم، با جسارت و قوی. باشه؟ باشه. 1 2 3 4 بخون دیگه، چی کار میکنی؟ ببخشید. اشکال نداره، بزن بزن. دوباره شروع میکنی. 1 2 3 4 فایدسی ببخشید. مته خوبی؟ چی شده مته؟ اینجوری نمیشه، اینطوری نمیتونی نماینده مدرسه‌مون بشی. ای خدا، این چه کاری آخه؟ اولین باره که اینطوری شده آقای مدیر، شاید یه مشکلی داره. تو مسابقه چی میشه؟ ها؟ حتما منتظر میمونن مته خان هر وقت عشقش کشید بخونه. آره؟ فوراً حذفش میکنن. آقا مدیر، اگه اجازه بدیم من این آهنگو بخونم. تو این آهنگو بلدی؟ چیه که بلد نباشه؟ مشهورترین آهنگ گروه ستاره‌های آبیه. لطفاً اجازه بدید بخونم این آهنگو من. اصلاً نمیشه. چرا نمیشه؟ آهنگ سندش به اسم مته خورده؟ برو پسرم، برو بخون، گوش کنیم، زود باش. خیلی خیلی ممنونم. شما هم بزنین. 1 2 3 4 Faydası yoktur gözlerdeki yaşın Gitmeden evvel iyi düşün taşın Mutluluğu bulacağım diyorsun ama Ne zaman, ne zaman Basse basse fahmidim, kafiye İnce hanım, nazaretun çiye? Necati haddakal tunes da hango bekhune Ru sahne mateş nabord شدی، دلخور شدی، اما اینجوری که نمیشه. چرا با خودت این کارو میکنی آخه؟
ببین الان وقت مسابقه موسیقیه. اونایی که تو مسابقه قبول میشن بهشون اجازه میدن آلبوم بدن بیرون. تو میتونی بدون هیچ هزینه یه شانس بزرگ داشته باشی. میتونی باور کنی؟ این کارا رو نکن. دارم زجر میکشم. میفهمم. اما تو این دنیا فقط تو نیستی که داری زجر میکشی. اشکاتو پاکن ببینم. من واسه خودم گریه نمیکنم. درد خودم رو میتونم تحمل کنم. این درد من نیست که باعث شده آهنگو یادم بره. پس درد چیه؟ من واسه شما ناراحتم. چه دلیلی داره برای من ناراحت باشی؟ روک بگو. روک بگم؟ آره روک بگو. پس روک میگم. باشه. اون مردی که میخواین باشه ازدواج کنی؟ دیشب با یه زن دیگه دیدم. بغلش کرده بود و داشت میبوسیدش. دروغ میگی. نمیخواستم بهتون بگم. میدونستم ناراحت میشی. واسه همین تو دلم نگه داشتم. زجرشو کشیدم. الان نوبت شماست روک بهم بگی. چرا بهم سیلی زدی؟ من تو اومد نمیزنم. تو در مقابل احساساتت کم آوردی. دیدی من دارم ازدواج میکنم عصبانی شدی و همینجا خوبه. باشه. بگیر پولتو. کاری که کردی از اون که فکر میکردم خیلی بزرگتره. این پول واسه یه همچین کاری خیلی کمه. کمه؟ خیلی کمه. همون قدریه که توافق کردیم. دوباره توافق میکنی؟ اینطوری خیلی ضرر میکنی. اگه با علی حرف بزنم تو ضرر میکنی. بهت گفتم که ضرر میکنی. نگفتم؟ Thank you.
خوش اومدی. ممنون. با ترکای قبرس جلسه هست، اطلاعیه اون اومده. میدونم، منم اومدم راجع به همین حرف بزنم. تو خبری که گرفتیم حزب چپ هم تو این جلسه شرکت میکنه. بعضی از اعضامون میگن شرکت تو جلسه با ترکای قبرس کار درستیه. این اشتباه دوستان. تو جلسه که چپی شرکت میکنن ما چه کار میکنیم؟ این جلسه به نفع راستی است. ما اونجا چه کار میکنیم؟ من با تو موافق نیستم هاکان خان. حزب چپی ها به خودشون مربوطه که تو این جلسه شرکت میکنن یا نه. به ما چه؟ ما تو این جلسه شرکت میکنیم که نشون بدیم پیش ترکای ساکن قبرسی. قبرس یه دعوای ملیه. هر کی که بخواد میتونه به این قضیه کمک کنه. به کسی ربطی نداره. جلسه واسه همه آزاده. اشتباه فکر میکنی چنگیز. مسئله قبرس اینه که امپریالیسم میخواد بین ترکا و خارجی‌ها اختلاف ایجاد کنه تا بتونن منطقه رو تحت تسلط دولت در بیارن. کمک به اونا مثل مقابله با امپریالیسم وظیفه همه ماست. یعنی با حزب راست یه دست میشیم؟ با حزب چپ هم قدم میشیم؟ ما نمیتونیم با احساساتمون حرکت کنیم. مغلوب احساساتت نشو هاکان. منظورت از ما کیه؟ منظورم از ما؟ خب ماییم دیگه. تو هنوز فکر میکنی از مایی؟ الو، یه کاری ازت میخوام. تو امر کن آقا. بیا دیدن من. رو چشم قربان. بیا تو. سلام. سلام. چطوری عزیزم؟ خوبم. چیزی شده؟ چیزیم نیست. چرا؟ هست. چی شده؟ چی دلخورت کرده؟ تو با یکی دیگه رابطه داری صداد؟ این دیگه چه حرفیه میزنی؟ چه رابطه ای؟ پرسیدم با یه زن دیگه رابطه داری صداد؟ رابطه ندارم. چرا باید رابطه داشته باشم؟ وقتی با یه زنی مثل تو رابطه دارم، چرا باید به یه زن دیگه ای نگاه کنم؟ چرا به این چیزا فکر میکنی؟ هیچی، همینطوری. من به تو چی گفته بودم؟ چی گفته بودی؟ نگفته بودم اگه چیزایی که دیدی و به اینجا بگی پدرتو در میارم؟ گفته بودی؟ آره گفته بودم. همین؟ میکشمت. زود باش، میخوام ببینم. برو به جون اینجا خانم دعا کن. اگه اون واسه درزش قائل نبود الان دندوناتو میریختم تو دهنت. به خاطر اونه. راجب تو خیلی اشتباه میکنه. تو اونو خیلی ناراحت میکنی. واسه اش ارزش قائل نیستی، اما اون واسه تو ارزش قائله. چاره ای نیست. تو برو به جون اینجا خانم دعا کن. حالا میبینی.